سلام امروز در رابطه دو تا عادت بد صحبت خواهیم کرد که میتونه شما رو پیر بکنه میتونه دوستای کمی رو دوربرتون جمع بکنه و سراخر به خودتون ضربه میزنه قبل از اینکه بریم به موضوع برسیم من رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمتتون خیلی ممنون میشم اگه کانال رو سابسکرایب بکنید و روی زنگوله کلیک بکنید من یه دوستی دارم خیلی هم صمیمی هستیم و ایشون تقریبا میشه گفتش که خیلی از سوال هایی که در زندگیش به وجود میاد در زندگی عاطفیش با من مطرح میکنم و من سعی میکنم کمکش بکنم در یکی از یکی از اتفاقاتی که در ماه اخیر در زندگی این دوست من رخ داده این هستش که با آدم های زیادی دعوا میکنه یعنی وارد بحث میشه بعد دعوا میکنه وارد بحث میشه بعد دعوا میکنه وارد بحث میشه بعد دعوا میکنه, میکنه شاید در پنجاه درصد از اینها هم حق هستش در پنجاه درصد از اینا حق هستش ولی مورد و مشکلی که وجود داره بلد نیست یا نمیدونه چطور آخرش رو جمع بکنه حتی در موضوعاتی که حق هست هم حق هست هم نمیتونه به قولی حقش اجهاف میشه در حقش اجهاف میشه خلاصه یکی از موردهایی که انسان همیشه دوست داشته در تاریخ هم نشون داده شده که از خودش نشون بده حقانیت هستش یعنی همیشه دوست داشته بگی که من حق هستم با توجه به این که باید در نظر بگیریم که موضوع حق بودن در بسیاری از مسائل یک مورد موضوع نسبی هستش. شما ببینید مثل این رقمی میمونه که اینجا هستش این از طرف من 6 خونده میشه از طرف شما 9 خونده میشه دیدین فکر کنم عکس اینا توی اینترنت خیلی هستش دو نفرن که یکی اون ور یکی اینور ور بعد یکی میگه این شیشه یکی میگه این نه. در بسیاری از موارد ما وقتی که میخوایم به قولی چیزی رو ثابت بکنیم که فکر میکنیم توش حق داریم و ما حقانیت برای ما هستش صد درصد قضیه دقیقا 6 و 9 هستش یعنی به هیچ عنوان یک سالیدیتی در این مورد وجود نداره و میتونه به نسبت به موقعیت و نسبت به دید عوض بشه و آخرش صفر هستش بحث در اون به قول دلکارنگی در نتیجه چنین بحثایی هیچکس نمیتونه عنوان بکنه که چه کسی حق هستش ولی در نهایت متاسفانه در نهایت اون خشم و وله دوست داریم که این حقانیت رو ثابت بکنیم شاید اگه یک پرسه ای رو صد درصد در نظر بگیرین هشتاد درصد قضیه رو اختصاص میدیم به آروم کردن طرف قانع کردن طرف نشون دادن این که ما حق هستیم و گاهی هم این خراب میشه چون طرف هم از دیدگاه خودش داره میگی که من حق هستم پس سعی نکنیم واقعا همیشه فکر کنیم که ما حق هستیم و سعی نکنیم حتی اگه حق هستیم ثابتش بکنیم یکی از چیزهایی که زمان آدم رو خیلی میگیره صحبت کردن در رابطه با مسائلی هستش که واقعا حتی به اندازه اون زمانی که براش وقت میارزه و, و وقت میگیره برای اثباتش خودش نمیارزه مثلا فلان اتوبوس از کدوم, کدوم ساعت از اینجا میگذره خیلی دیدم من اینو بینه کاپل ها این مشکل به وجود بیاد مثلا بین دو تا دوست دو تا همسر و شوهر دو نفر اتوبوس کی از اینجا رد میشه اتوبوس 6 دقیقه دیگه بعد میگه که نه من فکر نمی کنم آخرین باری که من اینجا یعنی یهو میبینی یک موردی که هیچ اصلا وجودیتی نداره در اصل نمیتونه خودش خودش مثلا خیانت میگی خیانت دیگه تموم شد رفت خودش سالیده دیگه این با... نمیشه روی این بحث کرد ولی وقتی که میگی ساعت وقتی که میگی هوا وقتی که میگی چیزایی که خوشت میاد علاقه سیاست دین مذهب اینها چیزهایی هستن که شما نمیتونید روش بحث بکنید و حقانیت خودتون رو ثابت بکنید یکی این هستش که خواستم امروز بگم باهاتون شعر بکنم دومین قضیه اجازه بدیم بعضی تو جهل بمونن شما نه اومدیم به این دنیا که آدم های زیادی رو به قولی ارشاد بکنین نه اومدیم به دنیا که در مورد اشتباهات یا حق ناحق بودن افراد حرف بزنین دیروز من ساحل بودم دیشب یکی از دوستامون داشت از ونکوور میرفت ما یه گودبای پارتی کوچیکی داشتیم و البته ما ونکوور نبودیم ما خارج از ونکوور بودیم دوست کلا مثلا یه دو سه شب اونجا بودیم آخرین شب که دیشب بود داشتن میرفتن که دیگه خدافزی تقریبا توی کمپ انجام شد بعد توی اون مسیر کمپ توی این کنار کمپ خونواده زیادی بودن که کمپینگ میکردن ما نشسته بودیم بعد یک شب ساعت تقریبا نه و نمینا بود بعد یه دست قاز وحشی اومد و توی همین مردابی که کنار کنار مرداب یعنی داخل آب نه کنار مرداب شروع کرد به استراحت کردن مثلا حدود 100 تا وحشی بعد یه آقایی از اون ور اومد موبایلش رو گرفت دستش اینا خوابیده بودن منم میدیدم یعنی به قولی م... میفهمی که پرنده خوابه گردنشون رو کچ کرده بودن گذاشته بودن پشتشون اومد نزدیکشون موبایل رو روشن کرد چیز فلش رو و شروع به فیلم کرد این قازها عصبانی شدن ناراحت شدن بیدار شدن صدا کردن و اینا من چند بار خواستم برم بگم یعنی فکر کنم سه بار خواستم برم بگم که این کار درست نیست یکی این که اصلا اجازه نداری فلش روشن کنی به صورت حیوانات این یک دو مندش طبیعت بذار زندگی بکن در نهایت به این نتیجه رسیدم که به من رفتی نداره نگفتم نرفتم نگفتم و کاری رو انجام ندادم این رو ما خیلی بحث کردیم بین دوستامون که آیا این انجام باید بشه یا نه به نظر من ب... به یک دلیل نباید انجام بشه به یک دلیل ببین من حقم من دارم چیز رو ما طبیعت هستیم و شاید اونم از نظر خودش حقه شاید مثالی که میزنم زیاد حقانیت منو رو ثابت نکنه موضوع در رابطه اینه که حقانیت اصلا ثابت نشه ولی میخوام موضوع رو مشا... چیز با مثال برم جلو بذارین یه مثال دیگه بزنم ما در پایین خونه من یه مسیری هستش که به خاطر کوید بستنش و دوچرخه از اون مسیر نمیرن ولی گاهی میبینی دو سه نفر با دوچرخه میره من با دوستام داشتیم قدم میزدیم سه تا دوست بودیم و یکی از دوستای من شدیدن اعتراض کرد به این کار و یه نفری که داشت میرون دو چرخه رو بهش گفتش که you are not allowed to bike here this road this route is closed down for the bicycles اینم انگلیسیه من بعد اونم شروع کرد به این بحث کردن نهایتا ببین نهایتش رو من از اولم میدونستم نهایتا این گفت به تو ربطی نداره اینم گفتش که تو باید احترام بذاری به حق مردم و جدا شدن اونم دوچرخش رو سوار شد رفت چی موند؟ این وسط یک تلخ روی دهن تلخی بد زمانی ایجاد کردم برای ما تولید شد یعنی من میدونستم اون آدم بعد از اینکه بحث میکنه با دوچرخش دوباره میرونه میره خب من میدونستم این آدمی که با تصویر قازها رو برداشته نهایتا همین رو با دوستا شیر میکنه و احتمالا بره بگه که اونجا هم یه نفر بود که مریض بود اومد به من گفتش که عکس نگیر و فیلم نگیر خیلی جاها نیاز نیست به خاطر سلامتی روح خودتون روان خودتون سلامتی مغز خودتون سلامتی اون زمان خودتون حرف بزنین رد بشین برین به هیچ عنوان نبینین نشنوین خیلی وقت هایی که شما نباید درگیر بشین شما نباید حقانیت اون موضوع رو ثابت بکنین هر جامعه پلیس داره افرادی داره که میتونن به اون کار رسیدگی بکنن پس نهایتا این که یک سعی نکنین حقانیت خودتون رو همیشه ثابت بکنین بعضی وقتها هستش که آدم باید بگذره و بره نیازی, نیازی هم نیست آدم ها بفهمن که تو حق هستی همیشه دو نیازی نیست وارد بحث بشی یا به چیزی اعتراض بکنی که در اون چیز حقی نداری یا نمیدونم حداقلش اینه که تو توی اون زمان خودت خوب هستی و اون حالتی که داره ایجاد میشه حالت رو خراب میکنه نیاز نیست حالت رو خراب بکنی نیاز نیست توی تاکسی بحث کردن توی آرایشگاه بحث کردن توی نمیدونم روزنامه چیزی رو خوندن من الان چهار پنج روزه دارم صد شدیدن تلاش میکنم که روی عین صاحب مارکس فیسبوک و اینستاگرام روی صورتم هم هیچ اموشنی نشون ندم وقتی که از صبح پا میشم یعنی صورتم هم همیشه اینطوری باشه نیاز نیست نشون بدی یعنی اون اموشن رو داخل خودت زندگی بکن این خیلی بهت کمک میکنه خلاصه اینکه دوستتون دارم ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین هم بود طولانی صحبت کردم نسبت به روزهای گذشته خوب باشید اعتراض نکنید به چیزی که فکر میکنید نتیجه ای نخواهد داشت و در نتیجه حال شما رو هم خراب خواهد کرد من در ابتدا زندگی شخصیتون حرف میزنم نه مسائل دیگه دوستتون دارم فعلا خدافظ برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای رو رو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید